سلام بچه ها، من فرشادم و تو این ویدیو از فیلم تیوب میخوام در مورد زیر و بم همه ی کارا و اکتای بهار افشاری توی 8 قسمتی که تو پدر خوانده بوده با تو صحبت کنم. این مافیا اصلا بازی کردن بلد نیست. معلومه که آقای صبوری من در این بازی شما رو سیف نمیدم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ازتون میخوام اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنی و اون زنگوله بغلش هم بزنی، چون بعد از ویدیو خانم بهارافشاری حتما دو تا ویدیو دیگه در مورد امیرعلی نوویان و مجید واشقانی هم مثل همین ویدیو میخوام واسهتون بسازم. و اگه دوست داشتین در مورد بازیکنای دیگه مثل بهنام تشکر و باربود بابایی و بقیه هم قطعا پیش میریم. حالا یه نظرسنجی میذارم که خودتون بهم بگید چطور پیش بریم. پیشاپیش از پرخاشگری و عصبانیت از بازی عذرخواهی میکنم، چون میدونید که همتون رو خیلی دوست دارم، خیلی برام محترم و عزیزی. اول بذارید یه سری دیتای کلی بهتون بدم بچه‌ها. خانم بهارافشاری مثل خیلی از بازیکنایی که توی 4 تا قسمت فینال بوده، در کل از 16 قسمت پدرخوانده 8 قسمت حضور داشته و نکته جالبش اینه که خب توی 4 تای اولی بوده و 4 تای آخری، که از این 8 تا بازی توی 5 تا بازی تیمش برده و توی 3 تا بازی هم تیمش باخته. حالا نکته‌ای که هست اینه که خانم افشاری همیشه به عنوان شهر بازنده بازی بوده و نشده که توی مافیا باشه و بازی رو ببازه. البته یه نکته قابل توجه دیگه هم در مورد بازی خانم بهار افشاری اینه که تو کل 8 تا دستی که بازی کرده تو پدرخوانده، فقط یه دستش رو توی تیم مافیا بوده به عنوان پدرخوانده، اونم همون قسمت 15ام معروفی که اون سناریو رو امیرعلی نوویان چید، خب پدرخونه بازی بود. و نکته جالب ترش اینه که همشریکین استعلامش رو میگیره، از بازی میره بیرون و اون جمله معروفم میگه خانم افشاری که میگه همشریکین تو کی دیوونه ای، تو یه دست ما مافیا شدیم، همون یه دست اومدی با ما نشستی، ما رو انداختی بیرون. بابا یه بار ما تو این 8 دست مافیا شدیم. بابا همشریکین کی تو، دیوونه ای؟ بلمون کن. توی دو دستگی هم که باخته، جالبه هر دو تا دستش دکتر بوده و بازنده بازی شده، که توی قسمت اول و قسمت سومه. نقشه جذاب دیگه هم داشته، همشریکین شده، دو بار شهروند ساده بوده و یه بار دیگه دکتر بوده و یه بارم خب به نقش مستقل داشته، یعنی نوستراداموس بوده که انتخاب میکنه با شهر بازی کنه. یه نکته جالب در مورد بازی خانم بهارافشاری بخوام بهتون بگم اینه که توی دست اول، دوم، سوم و چهارمی که بازی کرده بدون اشتباه تارگت زده. موضوعی که میگم بهتون بدون اشتباه منظورم چیه؟ یعنی هر موقع پا شده، خب مدل بازیش اینجوری که همیشه توی دو روز اول، یعنی روز معارفه میاد خب یه صحبتی میکنه همینجوری میگذره، و روز بعد معارفه که فقط مافیاها چشم باز کردن هم میاد میگه که من دست اول تارگت نمیزنم، به صحبتو گوش میدم و از دست بعد شروع میکنم. همیشه مدل بازیش اینه. ولی از دست دوم، یعنی روز دوم که شروع میکنه بازیو، توی هیچ دستی اشتباه تارگت نزده خانم افشاری. اگه شک دارین میتونین برین تک تک قسمتاشو ببینید بچه‌ها، خیلی جالبه. من خودم که داشتم این دیتاها رو در می آوردم خیلی تعجب کردم راستشو بخواید. و نکتهش این بود که هر موقع تارگت میزد تارگت مافیا بود. خیلی جذاب بود برای من اینکه انقدر دقیق گوش میکنه و تارگت میزنه. نکته بعدیش اینه که یه جایی عجیب غریبه. من اصلا اینو همین اول بهتون بگم، اصلا نمیخوام اون داستان افشاگری علی صبوری و اینکه تقلب میکرد اینا رو بیارم تو بازی، فقط یه سری نکته بهتون میگم دیگه، تصمیمش با شماه و تو کامنت هم حتما بهم بگید که به نظرتون قضیه مشکوکه یا نه. چون میگم بجز قسمت 14 که خانم افشاری نوستراداموس بازی بوده، یعنی توی ساید مستقل بازی بوده، توی بقیه قسمت ها تارگت اشتباهی نزده، ابدا تارگت اشتباهی نزده. توی روز اول به عنوان دکتر بازی حسام محمودی رو گردن میگیره همون روز اول، و خب درسته مافیا گیر میده به کربلایی زاده که خب نظر و حرفی روش نبوده، بازی رو بر میگردونه که خب همشریکین باش میشینه، شو میشه که پدر خوانده است. و نکته بعدی اینه که توی قسمت دوم یه جاییه که اصلا من نمیتونم درک کنم، یعنی بقیه جا رو میذارم پایین که داره حرف گوش میکنه، فکت میاره، به همه چی دقت میکنه، ولی توی
جزء دوم همشریکن، یعنی قسمت دوم پدرخوانده بچه‌ها برید ببینید، صحبت اصلا در مورد یه بازیکن دیگه، دعوا سر یه بازیکن دیگه ایه و بهار افشاری هم میاد و گیر میده به کیمیا باباییان. و نکته جالب اینه که توی اون دو روزی که کیمیا باباییان تو بازی میمونه نمیره بیرون، بلند میشه همینو میگه، میگه چه فکتی داری، چرا گیر دادی به من، منی که اصلا حرف نزدم. راست میگه، کیمیا باباییان اصلا حرف نمیزنه، چرا من تارگتم؟ مافیا بوده ها کیمیا باباییان بچه‌ها. ولی اینکه چه جوری فهمیده اصلا هیچ فکتی توش نیست. و نکته جالب اینه تو هم قسمت دوم امیرعلی نبویان داره صحبت میکنه با بهار افشاری، میگه من میخوام مخالفت نکنی چون میدونه شهر به حرفش گوش میدن، و امشب همشهری کین با یکی بشینه، یعنی اسلام یکی رو بگیره، و بهار افشاری قبول نمیکنه. بهار افشاری خودش همشهری کینه بچه‌ها. شب که میشه همشهری کین چش باز میکنه، یعنی بهار افشاری، وقتی گردن بهش میگه کسی انتخاب میکنی یا نه، نگاه میکنه به کیمیا باباییان، بعد حالا حالت لبخونی برمیگره میگه که نمیدونم کیو بگم، دوبار نگاه میکنه به کیمیا باباییان و میگه نمیدونم کیو بگم، و روز بعدش 100% گردن میگیره کیمیا باباییان رو و خب مافیا میشه. و شهرم میتونه به نفع خودش برگردونه. کلن توی بازیایی که کرده بهار افشاری، این که 4 قسمت توی فینال بوده و روی خودش اسم مادر خوانده گذاشته، صرفا یکی از دلیلش به نظر من اینه که یک تارگت ها کاملا تارگت های درستیه، عجیب غریب تارگت درست میزنه. توی خاطرم نیست، فکر میکنم قسمت سوم بازیه، آره قطعا قسمت سوم بازیه، که فکر میکنم جواد هاشمیه که مافیای بازیه، و از اون ور سیما تیرانداز. جواد هاشمی میاد یار فروشی میکنه، سیما تیراندازی که خیلی شوهر رو، و میندازه گردن بهار افشاری که میگه بهش که تو چیز کردی، داری از این دفاع میکنی، اگه این مافیا خونشه تو هم مافیای بهار افشاری. درجا پا میشه میگه ببین تو که مافیایی نمیتونی از فکت استفاده کنی و بگی که منم مافیام، چون این سیما تیراندازم مافیاست. اصلا مافیا انتخاب کردنش خیلی عجیب غریبه. یه ویدیوهایی هم در اومده سر اینکه دست میبره سمت گوششو فشار میده، اینا میگم چیزایی که تو ویدیو دیده شده بچا. من واقعا قضاوتو میذارم دست خودتون که ببینید واقعا یه همچین اتفاقی افتاده یا نیفتاده. به هر حال یه سری چیزا دیتا هست که دستمونه. یکی از چیزایی که من میخوام بهتون بگم اینه، از 8 قسمتی که بهار افشاری بازی کرده، فقط قسمت 14 به عنوان نوستراداموسه که داره تارگت های چرت و پرت میزنه، که یکیش علی صبوریه. خب این افشاگری ها اینا قطعا فیلم برداری شده، بعد از یه مدتی افشاگری کرده، کاری به اون ندارم، ولی توی خودشون قطعا یه دعوای چیزی شده دیگه. تو افشاگری علی صبوری من ویدیوش هم واسهتون گذاشتم، توی استوریاش برمیگرده میگه من همونجا تو بازی مچشو گرفتم و تو دست اول نذاشتن کیفشو بیاره که موبایل دوم توشه. نکته همینه، بهار افشاری اصلا اشتباه نکرده به جز دست 14 که اونم علی صبوری رو میندازه بیرون، که شاید کینه کرده باشه واقعا بهش. یه دیتای دیگه هم بهتون بدم بچه‌ها، دیتای دیگه هم اینه که بهار افشاری و امیرعلی نبویان هیچ وقت توی هیچ بازی که با هم بودن توی سایدهای مخالف هم قرار نگرفتن. حالا نوستراداموس اگه نخواهیم ساید مخالف بدونیم مستقل بهار و با شهر هم بازی کرده، ولی هیچ وقت توی سایدهای مخالف هم دیگه نبودن، فقط دست آخر، یعنی قسمت آخر پدرخوانده، که باز هم هر دو شهروند بودن، یعنی بهار افشاری شهروند ساده بود و از اونور امیرعلی نبویان لئون بود که آخر سر فیس آف میاد، که تا قبل اون بهار افشاری از بازی میندازم بیرون و اونم خب تو شب شات میشه. ولی نکته جالبی بود که میخواستم اینم بهتون بگم، و یه موردی که هست، من این سه تا بازیکن، یعنی بهار افشاری، مجید واشقانی، امیرعلی نبویان رو با هم مقایسه کردم ببینم کی به کی باخته. خب بهار افشاری امیرعلی نبویان رو که نمیتونیم مقایسه کنیم چون همیشه توی سایت بودم، به جز میگم قسمت آخر که خب از وسطای بازی امیرعلی نبویان مافیا میشه، اینجا میتونیم بگیم بهش باخته، ولی خب خیلی مستقیم نه. ولی توی بازی‌های دیگه، بازی شب 14 که به عنوان نوستراداموس، خب امیرعلی نبویان و بهار افشاری توی یه سایت بودن که واشقانی رو میبرن چون اون ماتادور بوده، تو مافیا بوده، و توی بازی‌های دیگه باز هم دوباره شب دومه که بهار افشاری و امیرعلی نبویان تو شهرن و مجید واشقانی که پدرخوانده بوده رو میبرن. حالا شب دوم داستان جالبی داره واسه مجید واشقانی که حتما توی ویدیوی خودش بهش اشاره میکنم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. دوباره هم بهتون میگم حتما اگه تا الان سابسکرایب نکردین کارو بکنید و اون زنگوله بغل روشن کنید، چون ویدیوهای مجید واشقانی امیرعلی نبویان رو هم
تا همین هفته حتما میذارم، به نظرم میتونه واسهتون جذاب باشه. امیدوارم دوست داشته باشین این ویدیو رو، اگه دوست داشتین حتما لایک کنید که یه حمایت بزرگی برای من، و منتظر ویدیوهای بعدی باشین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.